خیلی از ماها بعد از ورزش و تمرین کردن تنها راه ریکاوری و استراحتمون یک دوش آب گرم و دراز کشیدنه. اما خب فوتبالیستا از تکنیک های بسیار جالبی برای این کار استفاده میکنن که فهمیدنش خالی از لطف نیست. من حامدم و اینجا چنل ورزش ها بود. توی این ویدیو این تکنیک های جالب رو باهاتون به اشتراک میذاریم. لطفا یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواین ویدیوهای ورزشی این چنینی رو باز هم ببینید چنل ورزش ها رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. خب بریم سراغ مورد اول، لیوان تراپی. نگاه کردن به کاری که این افراد با بدنشون میکنن آدم رو یه جوری میکنه، اما خب به این تکنیک لیوان تراپی میگن و خیلی از بازیکنهای فوتبال اونو انجام میدن. این تکنیک از چین اومده و خیلی از افراد اونو امتحان کردن و گفته میشه که این تکنیک درد رو از بین میبره و گردش خون رو بهتر میکنه. اگر هم یکم عضلاتتون خوش باشه بدنتون رو نرم میکنه و حتی کریم بنزما هم این کار رو انجام داده. جالبم هست که بدونید خیلی از ورزشکارها در ابتدا این حرکت رو از مایکل فیلیپس قهرمان شنا در المپیک سال 2016 یاد گرفتن. حمام یخ. بعد از یک بازی و یا تمرین سخت فوتبالیست‌ها حسابی خسته میشن و یک سری هاشون برای 10 تا 15 دقیقه توی یک وان پر از یخ و یا آب بسیار سرد میرن که درجهش تقریبا با دریاهای قطب شمال برابره. یکی از دکترهای متخصص در مورد این روش ریکاوری گفته خیلی ساده است. این حمام کوفتگی رو دفع میکنه، سم‌ها رو از بین میبره و ریکاوری رو سریع‌تر میکنه. سرما بدن رو شوکه میکنه و خونریزی‌های ذره‌ای کوچیک رو که باعث کوفتگی و کبودی میشن رو متوقف میکنه. تازه جالبه بدونید که بر اساس گزارش های بی بی سی این تکنیک روی بازیکن های لستر سیتی در قهرمانی سال 2016 اونها در لیگ انگلیس تأثیر بسزایی داشته. کرایوسونا. حمام یخ تنها تکنیک سرد برای ریکاوری نیست. کرایوسونا تکنیکیه که افراد توی یخچال‌های بسیار بزرگ میرن که بسیار بسیار سرده. این یخچال‌ها میتونن به دمای منفی 170 درجه سلسیوس برسن که واقعا فک برانداز و بازیکن‌های فوتبال زیادی توی این دستگاه‌ها میرن و بین 1.5 تا 3 دقیقه بین ترکیبی از نیتروژن و اکسیژن خودشون رو نگه میدارن. این ماشین‌ها با سرعت زیادی بدن رو وارد شوک می‌کنه و یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای ریکاوری و رهایی از کبودی و خستگی های بدنه. تازه جالبه بدونید که در سال 2013 کریستیانو رونالدو یه دونه از اونا رو برای خودش به مبلغ 53,000 دلار خرید تا همیشه بدنش سر حال باشه و بتونه گل بزنه. وسایل ریکاوری. علاوه بر این تکنیک هایی که گفتیم، بازیکن های فوتبال یا عالم وسیله ریکاوری دیگه مثل این شلوار بادی گنده و یا این دستگاه الکترونیکی دارن. هر دوی این ماشین ها با افزایش گردش خون در بدن باعث سریعتر شدن ریکاوری میشن و از این دستگاه ها در دنیای فوتبال بسیار زیاد استفاده میشه. روش‌های کلاسیک. قبل از اینکه تمام این روش‌های مدرن بیان، بازیکن‌ها فقط دو تا راه برای ریکاوری داشتن: آروم نشستن و سرد کردن خودشون و دیگری ماساژ گرفتن توسط فیزیوتراپ‌ها. و جالبه بدونید که این دو تا تکنیک هنوزم که هنوزه توی خیلی از باشگاه‌ها استفاده میشه و هرگز قدیمی نشده. سبک زندگی. همه این چیزایی که گفتیم برای ریکاوری مهمن، اما خب سبک زندگی خیلی مهمتره. مثلا خواب مناسب و تغذیه خوب. اولین وعده غذایی بعد از یک تمرین سخت بسیار مهمه و بدن باید تمام مواد مورد نیاز رو دریافت کنه. از اون طرف هم خواب مناسب به بدن این اجازه رو میده که هم فیزیکی و هم ذهنی ریکاوری پیدا کنن و بازیکن‌های فوتبال اینو خیلی خوب میدونن. خب نظر شما چیه؟ به نظرتون کدوم یک از این تکنیک ها از همشون باحال‌تر بود؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.